Bonjour mes amis et bienvenue à Ferland.com. Je suis Aïda Zaskari et aujourd'hui je vais vous dire comment féliciter quelqu'un. Salam دوستان, Aïda Zaskari هستم. خوش اومدین به فرلند. امروز میخوام بهتون بگم که چطوری در زبان فرانسوی به یک نفر تبریک بگیم. خب, در زبان فرانسوی برای یک ترفیع شغلی, برای یک شغل جدید, برای یک موفقیت یا کسی که به تازگی بچه دار شده میخوایم بهش تبریک بگیم, از این کلمه استفاده میکنیم. فلیسیتاسیون. فلیسیتاسیون یعنی تبریک میگم, یا توم فلیسیتاسیون, خیلی تبریک میگم. پس فلیسیتاسیون, توم فلیسیتاسیون. خب, به جای فلیسیتاسیون ما میتونیم از این جمله استفاده کنیم. Je suis vraiment content pour toi. Je suis vraiment content pour toi. یا Je suis vraiment content pour vous. خب, این دو جمله که من گفتم چند تا نکته داشت. من دونه دونه نکته هاشو بهتون بگم. در جمله اول گفتم Je suis vraiment content pour toi. از تو استفاده کردم چون داریم به صورت غیر رسمی یا عامیانه داریم به دوستمون تبریک میگیم. یعنی برات خیلی خوشحالم. Je suis vraiment content pour toi. اما در جمله دوم گفتم Je suis vraiment content pour vous. از vous استفاده کردم چون vous رسمی تر از تو است. خب, یه نکته دیگه داره. در جمله اول گفتم content چون جمله رو یک آقا داشت میگفت. پس اینجا میفهمیم که اگه یک آقا بخواد این جمله رو بگه باید بگه content. هم تلفظش و هم دیکتش همونطور که دقت میکنین فرق میکنه. کنتون. اما اگه یک خانوم بخواد این جمله رو بگه بعد بگه کنتونت, که هم تلفظش فرق میکنه, ته قشنگ تلفظ میشه کنتونت, و هم یک ا که همون ای انگلیسی هستش به انتهای کلمه اضافه میشه. هم به دیکتش و هم به تلفظش دقت کنین. کنتونت. خب, کلمه بعدی براوو. براوو. احتمالا تو انگلیسی خیلی شنیده باشین که میگن براوو. براوو همون براوو فرانسویه که اومده تو انگلیسی شده براوو. خب, حالا اگه دو نفر به تازگی ازدواج کرده باشن و ما بخوایم بهشون تبریک بگیم, بهتره که از این اصطلاح استفاده کنیم. تو مو دو بونور. تو مو دو بونور. یعنی براتون بهترین آرزوها رو دارم. و میتونیم به جای توم وود و بونور از توم فلیسیتاسیون هم استفاده کنیم. توم وود و بونور, توم فلیسیتاسیون. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. چاو.